همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ماست. اشکان، چطور بهبود حزب الله موفق شده از سامانه‌های دفاعی اسرائیل عبور کنه، این تلفات رو به جا بگذاره؟ سیما، بار اول نیست که پهپادهای حزب الله موفق میشن از سامانه‌های دفاعی اسرائیل عبور بکنن و تلفاتی هم بر جا بگذارن، هرچند که این بار در واقع وخیم‌ترین حمله بوده، بیشترین شمار کشته‌ها و زخمی‌ها رو داشته. آنچه که ما میدونیم، تحقیقات هنوز در جریان هست، این هست که دو پهپاد رو حزب الله میفرسته به سمت اسرائیل به صورت همزمان، همون موقع چندین راکت هم شلیک میکنه. سامانه های دفاعی اسرائیل هم راکت ها رو میزنن و هم هر دو پهپاد رو تشخیص میدن. یکی از پهپاد ها همونطوری که خودت گفتی در آسمان روی دریا تقریبا روبروی شهر عکا رهگیری و نابود میشه. هلیکوپتر و جنگنده اسرائیلی پهپاد دوم رو هم تشخیص میدن، اون رو تعقیب میکنن، اما پهپاد به یک باره ارتفاع خودش رو کاهش میده و این باعث میشه که از سامانه های راداری محو بشه و این تصور برای سامانه های دفاعی اسرائیل پیش بیاد که این پهپاد دوم هم سقوط کرده، حالا یا اینکه رهگیری شده. به هر شکل از تقریب اون دست برمیدارن و فکر میکنن که خطر رفع شده، اما پهپاد با ارتفاع پایین به مسیر خودش ادامه میده و به سالن غذاخوری همین پادگان اسرائیلی برخورد میکنه که 4 سرباز کشته شدن، 10 نفر زخمی شدن، 41 نفر هنوز در بیمارستان بستری هستن که شرایط 8 نفر از اونها هم همچنان وخیم گزارش شده. باید گفت که در همین زمینه وزیر دفاع اسرائیل امروز صحبت کرد، یوآف گالانت، به پادگان آموزشی در واقع تیپ گولانی ارتش رفته بود، در اونجا به همین تهدید پهپادها اشاره کرد، گفت موضوع مقابله با تهدید پهپادها اولویت ملی اسرائیل هست و این کشور داره اقداماتی انجام میده، تلاش هایی میکنه برای در واقع پیدا کردن روش هایی که بتونه در زمینه مقابله با تهدید پهپادها از اونها استفاده کنه. اما باید گفت که تهدید موشکی و راکتی هم هنوز هست. در همین دقایق گذشته و در همین الان هم که من دارم صحبت میکنم، آژیر خطر حملات راکتی در بخشی از شهرهای شمالی و شمال مرکزی اسرائیل هم به صدا در اومده. چون اتفاقا حین صحبت ها تصاویر زنده ای می‌دیدیم از پایگاه نظامی بنیامینا. ممنون از تو اشکان صفایی از اورشلیم.